ایشان در گفته هایشان بارها تأکید کردند که رفراندوم مصدق اشتباه بوده و این دست شاه را برای عزل او از نخست وزیری و زمامداری زاهدی بر اساس قانون باز کرد. از طرفی سندی هست که اگر مستند باشد گویای آن است که تاریخ فرمان نخست وزیری زاهدی 22 مرداد است. تحلیل جدید این دانشمند گرانقدر را جویا هستم. ماشا جواهریان، استکهلم. اولا خیلی متشکر از کلمات پرمهرشون. ببینید، من در کتاب نگاهی به شاه نامه ای از خود دکتر مصدق پیدا کردم و منعکس کردم. نامه ای است که دکتر مصدق در 1948-49 به شاه می نویسه، در واقع به دربار می نویسه، ولی خطابش به شاهه. این بعد از اون تحسنی است که اینها در اعتراض به وضع مملکت میکنن که در واقع آغاز جبهه ملی هم از اون تحسنه. در اون نامه دکتر مصدق به صراحت مینویسه که در دوران فترت شاه حق عزل و نصب نخست وزیر داره و به شاه میگه، به صراحت میگه که شما الان در دوران فترت این نخست وزیر ناقابل رو عزل بکنید و نخست وزیری بیارید که صلاح مملکت و صلاح کار شما باشه. این صراحت داره، این نص صریحه. و تقریبا تمام کسانی که قانون اساسی ایران رو در اون زمان مطالعه کردن، از جمله نزدیکترین دوستان خود دکتر مصدق، از جمله سنجابی، از جمله دکتر صدیقی، اونها معتقد بودن که انجام رفراندوم نه مبنای قانونی داره، حداقل مبنای قانونی محکمی نداره، دو اگر مجلس رو با تکیه به رفراندوم منحل بکنید شاه حق عزل شما رو پیدا خواهد کرد. دکتر صدیقی حتی میره به مصدق میگه که در دوران مشروطه این تعداد روزها فترت بوده و این تعداد از رو نصب صورت گرفته. حساب دکتر مصدق این بود که شاه جرأت عزلش رو پیدا نخواهد کرد. من فکر می‌کنم اشتباه حساب کرد و این کمک کرد به تلاش‌هایی که آمریکا و انگلیس و مخالفان دکتر مصدق قبل از این اصطلاح آغاز دوران فترت برای برکناری او داشتن. یعنی نمیشه انکار کرد که آمریکا و انگلیس هم سعی در انجام یک کودتا داشتن و شاه موافقت نمیکرد. شاه میگفت من علیه دولت خودم کودتا نمی کنم. به محض اینکه انحلال مجلس آغاز شد، اون وقت شاه حاضر شد که این کارو بکنه. اون بحث که ایشون بهش اشاره میکنن که اون فرمان تاریخش بالاش نوشته شده، به نظر میاد که زمان فاصله بندیش چیزه 22 مرداد، 22 مرداده. من واقعا اون بحث رو جزئیاتش رو مطمئن نیستم که چیه، ولی وقتی در مرداد اون حکم به دکتر مصدق ابلاغ شد، اون حکم به گمان من حکم از لحاظ قانونی نافذی. خب آقای دکتر، امام جمعه مشهد میدونین کیه که؟ بله. میگوید پلیس باید با زنان بی‌حجاب و بدحجاب به عنوان پیاده نظام دشمن برخورد کنند، یعنی اونا رو به گلوله ببنده بکششون. معنیش همینه دیگه. بله خوندم. میدونید پریروز اینجا یه سخنرانی بود از یکی از دوستان آقای شریعت مداری، نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان، تیموتی گارتن اش. چون خیلی بهش حمله میکنه، فکر میکنه که از توطئه‌گران غرب در ایرانه،
تیموتی گاردنش داشت در مورد این کتاب جدیدش صحبت میکرد، یک کتاب جدید داره در مورد آزادی اندیشه در سطح جهانی. یه نکته خیلی جالبی گفت که واقعا منو یاد ایران امروز انداخت. گفت یکی از علل سقوط لهستان در قرن 19 یه مفهومی بود که در تاریخ لهستان جا افتاده بود و اون وتوی اشراف بود. یعنی هر اشرافی، هر یکی از اشراف، هر یک از لردها حق وتو داشت برای هر تصمیمی که خودش دوست نداشت. این تبدیل شد به یه مملکت ملوک و طوایفی. تو ایران الان یه چنین حقی به نظر میاد که دارن. امام جمعه قم یه طرفه حق وتوی در قم داره، ایشون و آقای رئیسی حق وتو در اونجا دارن. مملکت مگه قانون نداره؟ مملکت مگه رئیس جمهور نداره؟ مملکت مگه قانون اساسی نداره؟ شورای نگهبان نداره؟ شماها چیکار هستید که برخلاف رأی نظرتون رو میتونید بدید ولی حکم جنگ صادر میکنید؟ اگر هر جای دیگر دنیا بود یه چنین حکمی قابل تعقیبه. اگر یک خون در مشهد ریخته بشه یا هر جای دیگه ریخته بشه، هر یکی از این مسئول شمایی، مسئولش شخص شما هستید و مسئولش آقای خامنه‌ای هست که ایشون نماینده ایشون در اونجا هستن و نمیاد توضیح بده. شما که میتونید توضیح بدید که چرا من کردید آقای احمدی نژاد رو برای ریاست جمهور کاندید شدن، یا میتونید توضیح بدید که چرا آقای احمدی نژاد نزدیکتر به شماست از آقای رفسنجانی؟ چرا نمیاد یه بار بگید که آقا نمایندگان من شما حق دخالت ندارید، این مملکت دولت داره، دولتش هم دولت تنفیذ شده ولایت فقیه، دولت اجنبی که نیست، اینا هم میهنان شما هستن. به چه جرأتی شما مردم رو تحریک میکنید، اجامه رو اوباش رو تحریک میکنید که زنان مملکت به عنوان پیاده نظام دشمن برخورد میکنید؟ و هر روزی چه حرف اینجوری زده میشه. و میدونید واقعا من تحسین میکنم وقار ملت ایران رو که در مقابل این تحریک ها به نوعی هم سکوت میکنن، هم مقابله میکنن، هم کار خودشون ادامه میدن. یعنی اینا تحریکاشون رو میکنن، تهدیداشون رو میکنن، هر روز هم مردم زندگی خودشون رو به شیبه مطلوب خودشون ادامه میدن و منتها بالاخره یه روزی ممکنه این تحریک ها یک گام خطرناک واکنش متینی داشته باشه. واقعا عجیب غریبه. من وقتی که میخوندم لرزه بر اندام افتاد که چطور میگه یک کسی که خودش رو مسئول میدونه و به هر حال دامادش هم الان نایب تولیه آستان قدس رضوی است یا تولیت آستان قدس رضوی رو داره، میلیاردها دلار زیر دست اینها هست، اینها با چه به هیچ کس هم که حساب پس نمیدن که هر روزم امکانات این حسابهای انحصاری که در دست خود روحانیون هست اضافه میشه. الان دیدیم دو تا قرارداد دارن میبندن، تنها قرارداد گاز و نفتی که بستن با یه شرکت وابسته به حساب صد امامه، بخش مهمی از نفت داره میره دست اینا. آستان قدس که در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت میکنه، من تا پیروز لیست شرکت‌هایی رو که ذیل حساب صد امامه و در نفت و گاز و ترانسپورت و هتل و همه فعالیت میکردن اصلا نمیدونستم ابعادش رو. هر روز آدم میخونه میبینه یک بختک اقتصادی هر روز گنده تر میشه و نمیگذاره اقتصاد ایران شکوفا بشه. وقت میگن چرا برجام موفقیت آمیز نبوده، شما فهم کنید بانک های اروپایی این حرفا رو نمیخونن؟ شما فهم کنید شرکت های اروپایی آمریکایی این تهدیدهایی که روزانه میکنید نمیخونن؟ تهدیدهایی که هر روز سپاه علیه آقای ظریف میکنه، سپاه علیه آقای روحانی میکنه، روحانیون علیه روحانی میکنن، و اینا رو میخونن و فکر میکنن که ثباتی ممکنه نباشه؟ سرمایه گذاری صحبتش میکنن، عملش به تعویق میفته، و وقت اونا میگن برجام خیانت شده به ما، هیچ تغییری در وضع اقتصادی
پیدا نشده. جناب دکتر میلانی، هفته پیش اگر خاطرتون باشه درباره جمکران صحبت کردیم. این هفته من در یکی از سایت ها یه تصویری دیدم، شاید شما هم دیده باشین، تصویر مثلا یک سفره عظیم در یک اتاق بسیار بزرگ، توش پر پول، پر پول. بعد زیرش نوشته این عکس مربوط به زمانی است که پولهای دو چاه جمکران را زنان و مردانه درآوردند و شمارش میکنند، البته زیر نظر چند ناظر و حسابرس و با تهیه صورت جلسه. سال گذشته 6,500,000,000 تومان از این دو چاه بیرون آوردند. اینها پولهایی است که با خیلی عزم که با تبلیغ خرافات مردم بیپناه و درمانده از همه جا برای گشوده شدن گره از کار فروبستشان با تکه کاغذی که در آن حاجتشان نوشته شده به این دو چاه می اندازند. دو چاه متروکه که تا پیش از انقلاب گمنام بودند و حتی تا زمان حیات آیت الله خمینی هم اسم و رسمی نداشت، اما در دوران رهبری آقای خامنه ای تبدیل شد به یک بارگاه. در افواه تبلیغ شده که امام زمان هنگام فرار به این چاه رفته و همانجا غیب شده است. اینم بله، به عنوان آخرین مطلب. بله، البته اون قسمت آخرش به گمان من درست نیست. امام زمان روایات مختلف هست که از کجا در میان. یکیش اینه و خب تو اصول کافی مثلا چندین و چند حدیث مفصل هست در مورد اینکه شرایط سقوط چیه. اینا در دوران یه نکته تاریخی به گمان من اندکی نادقیقش هم اینه که این جمکران در دوران رهبری آقای خامنه‌ای در واقع اینطور نشد، در دوران احمدی نژاد شد. البته احمدی نژاد مسئول یا نتیجه دوران رهبری آقای خامنه‌ای بود، ولی این احمدی نژاد بود که میلیون ها دلار اونجا پول خرج کرد. این احمدی نژاد بود که اصلا تبدیلش کرد به یک مرکز مهم. این احمدی نژاد بود که یکی از اولین و به یک روایتی شاید اولین اقدام دولتش نوشتن یک عریضه بود و رفتن به جمکران و انداختنش در اون با تمطراق فراوان. خب وقتی رهبران این کارو میکنن بقیه هم معلومه. میدونید تو آمریکا هم شما نگاه بکنید مردم میلیاردها دلار به این اوانجلیکا، به این کلیساها، به بعضی آدمایی که فقط یک کلیسای خودشون رو راه انداختن اینا میدن. من فهم کنم حق هر کسی است، به هر کسی میخواد پول بده، به هر چای میخواد به امید گشایش کارش پول بده. وقتی که این تبدیل به بخشی از کار دولت میشه و دولت از قبلش استفاده سیاسی میکنه، اون به گمان من مسئله است. ولی انسان ها باید حق داشته باشن هر چیزی رو که میخوان بپرستن. به شما در اورشلیم که میرید، خب دیوار نطبه، مردم این همین کاری که در چاه میکنن پول نمیدازن، اونجا عریضه مینویسن و میذارن در لای تو سراخ. تو این کلیساهای ایوانجلیکال که میرید یارو هی میگه که حضرت مسیح الان میاد، اگه به من پول ندید ممکن ناراحت بشه، خاطرش مکدر بشه. این تبلیغ هم میکنن خیلی زیاد، خیلی زیاد. اصلا معروف اون یاری که اومد گفت که من میخوام دانشگاهمو بس بدم در اینجا، اگر 40 میلیون دلار بهم ندید خدا منو میکشه، اگه میخواید من زنده بمونم بدید. یعنی این نوع کارها اینجا خیلی اتفاق میفته. یه فیلم معروف المرگنتری که
برت لانکاستر نقشش رو بازی میکنه، دو سه تا فیلم در تو آمریکا ساختن در مورد این نوع پول دادن ها که خیلی وسیعه. آقای دکتر میرانی، من یه بار مصاحبه میکردم در رادیو صدا ایران با آقای دکتر ریاضیات، ایشون میگفتن که چند تا استاد دانشگاه رو میشناسن در تهران که اینها هر جمعه شب میرون به جمکران و پول میاندازن و نامه میفرستن میدن. بله میگم من واقعا تعارف نمیکنم. من فکر میکنم هر کسی حق داره هر عالم قدسی که دوست داره داشته باشه، میتونه هر ایمانی داشته باشه، به هر چاهی میخواد بره بره. من برای قول جفرسون برای من خیلی مهمه. جفرسون میگه که من حاضرم جونم رو بدم که تو حق داشته باشی تو خونه خودت هر خدایی رو میخوایی بپرستی، ولی حاضرم جونم هم بدم که تو مجبور نشی خدای خودتو به من تحمیل کنی، نتونی خدای خودتو به من تحمیل کنی. اگه مردم میخوان برن جمکران پولشونو بدن، برن امام رضا پولشونو بدن، حقشونه. ولی اگر از اون بنیاد شما بیاید یک صندوقی درست بکنید و تبدیلش بکنید به ابزار سرکوب، اونچنان که گاهی در ایران میشه، و اصلا این بشه بخشی از کار دولت، اونجاست که مشکل به گمان من پیدا میشه. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر میلانی عزیز. با اجازتون تا هفته آینده. شب و روزتون خوش. با سپاس از همیهنانی که به این برنامه و دیگر برنامه‌های ما توجه دارند. شب و روزتون خوش.